اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهي تو پروردگار من هستی، بجز تو هیچ معبودی دیگر نیست. تو مرا آفریده ای و من بنده تو هستم و بر پیمان و عهدی که با تو بستم در حد توان پایبند هستم و از شر آنچه که انجام داده ام به تو پناه میبرم. به نعمتی که به من عطا فرموده ای اعتراف میکنم و به گناهانم اقرار میکنم، پس مرا ببخش، چرا که به جز تو کسی گناهان را نمیبخشد. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعاهای بسیاری نقل شده است. یکی از این دعاها سید الاستغفار می باشد. در اهمیت آن همین بس است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر مسلمانی که صبح یک مرتبه این دعا را با یقین کامل و از صدق دل بخواند و قبل از شب مرگ او فرارسد، او وارد بهشت می گردد. همینطور اگر مسلمان شب این دعا را با یقین کامل بخواند و قبل از فرارسیدن صبح وفات کند، داخل بهشت می شود. این دعا از دعاهای جامعی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را می خواند و خودش آن را به عنوان سید الاستغفار یعنی سرور استغفار یاد نموده است، چرا که در برگرنده تمام مفاهیم توبه است و همچنین در آن به یگانگی الله سبحانه و تعالی در ربوبیت و الوهیت اعتراف شده و به عهد و پیمانی که از آدم و فرزندانش گرفته شده مبنی بر این که فقط الله سبحانه و تعالی را پرستش نماید و با او هیچ کس و هیچ چیزی را شریک نورزد تأکید شده است و از گناهان و معصیت ها به الله سبحانه و تعالی پناه برده شده و این مطلب این را نشان می دهد که گناهان را جز الله سبحانه و تعالی کسی نمی بخشد، چنان که فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سورة آل عمران آیه 135. و آنانی که چون کاری زشتی انجام دهند یا بر خودشان ستم نماید، الله سبحانه و تعالی را یاد می کند و برای گناهانشان آموزش می خواهند. و چه کسی جز الله سبحانه و تعالی گناهانشان را می بخشد و آگاهانه به گناه کردن ادامه نمی دهد.